به نام خدای یکتای بی همتا. ارزش های بشری در سوره حجرات. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید: قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. بگو به تحقیق پروردگارم مرا برای راست هدایت کرده است، دین درست و پابرجا، دین حنیف ابراهیم حق پرست که از مشرکان نبود. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست، همان پیامبری که می فرماید جز این نیست که من فقط برای کامل کردن اخلاق نیکو فرستاده شدم. بار خدایا بر او و بر همه اول و اصحاب او و پیروان راستی نشان درود، رحمت و سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، در واقع قرآن کریم مملو از آیات مبارکی می باشد که مکارم اخلاق و ارزش های عالی انسانی را بنیان می گذارد، بلکه حتی سوره های کامل وجود دارد که مجتمع مترقی انسان را می سازد، مانند سوره حجرات که شماری از ارزش ها و اخلاق عالی بشری را بیان می دارد. از جمله این ارزش ها، تحقیق و ژرف نگری در همه امور، به ویژه وقت این امور متعلق به شؤون زندگی مردم بوده باشد، چون خداوند متعال می فرماید. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد، پس درباره آن بررسی و تحقیق کنید، تا آنکه مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید، آنگاه بر آنچه انجام داده اید پشیمان شوید. بس اسلام همه چیز را بر یقین استوار می سازد، طوری که دیده می شود وقت هدهد به حضرت سلیمان علیه السلام خبری کسانی را می آورد که آفتاب را می پرستند، این خبر را خبر یقین توصیف می کند، چون هدهد خبر را تصادفی و سطحی نگرفته بود، بلکه با تحقیق و بررسی تمام اخذ نموده به سلیمان علیه السلام آورده بود، چنانچه خداوند پاک از زبان حضرت سلیمان چنین حکایت می کند. سلیمان گفت: اکنون خواهم دید که آیا راست گفته ای یا از دروغ گویان هستی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: همین گناه انسان را کافی است هر آنچه را که بشنود آن را بازگو نماید. امام نووی رحمه الله می گوید: چون انسان عادتا سخن راست دروغ را می شنود، وقتی هر آنچه را شنید بازگو کند حتما دروغ گفته است، چون چیزی را خبر می دهد که اصلا واقع نشده است. وقت شخص نزد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه وارد شد و بدی شخص دیگر را یاد کرد. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه برایش گفت: اگر خواسته باشی درباره سخنت تحقیق و نظر اندازی میکنیم، پس اگر دروغگو بودی از اهل این آیات محسوب میشوی. اینجا اکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اگر شخصی فاسقی خبری برای شما آورد، پس درباره آن بررسی و تحقیق کنید، و اگر راستگو بودی از اهل این آیات محسوب میگردی. هماز مشاء بنمیم، آن بسیار عجوی که بس سخنچینی آمده و رفت می کند، و اگر خواسته باشه عفوت می کنم. گفت: ای امیر مؤمنان، عفو می خواهم، هرگیز و این کار باز نمی گردم. اگر هر یک از شما پیش از حکم صادر کردن یا پیش از نشر هر خبری که به او می رسد تحقیق و بررسی کند، حتما اثر شایعات نابود می شود و حتما کسانی که به شایعه پراکنی میان مردم عادت دارند از نشر شایعات باز نیستند. و برخی دیگری از ارزش های انسانی دوری از غیبت است. خداوند متعال می فرماید: و بعضی از شما بعضی دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در حالی که مرده است بخورد؟ پس البته آن را ناپسند دارید، و از الله بترسید، بیگمان الله توبه پذیری مهربان است. و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا می دانید غیبت چیست؟ گفتند: خدا و پیامبرش آگاه تر است. فرمود: از برادرت به گونه یاد کنی که دوست ندارد. شخصی پرسید: اگر آنچه می گوییم در او وجود داشته باشد چه؟ فرمود: اگر آنچه می گویی در او وجود دارد غیبتش را کرده ای، و اگر آن صفت در او نباشد بر او بهتان بسته ای. انسان وقتی به غیبت کردن دیگران رو می آورد که مشغول به عیب جویی دیگران باشد و از عیب نفس خود غافل گردد، بلکه واجب انسان است که از آبروی برادر خود دفاع کند، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: هر کس از آبروی برادرش دفاع کند، الله متعال در روز قیامت آتش دوزخ را از او دور می گرداند. و برخی دیگری آن پرهیز از عیب جویی دیگران است. خداوند متعال می فرماید: و
ولا تلمزوا انفسكم، و از یکدیگر عیب جویی نکنید، یعنی نباید یکی از ما در صدد افشای عیب دیگری بوده باشد. عیب جویی با گفتار و از مسخره با کردار صورت میگیرد. قرآن کریم از هر دوی آن منع نموده است. خداوند متعال میفرماید ویل لكل همزة لمزة، وای بر هر عیب جویی غیبت کننده ای، چنانها کسانی اند که به مردم طعنه میزنند و عیب آنها را برملا میسازند و آنها را با اسما و صفات صدا میزنند که دوست ندارند. در این امر هشداری است برای هر عیب جویی و غیبت کننده ای مردم، و کسی که چنین کند به عذاب شدید دچار میگردد. و از علی مسعود رضی الله عنه روایت است که فرمود زمانی که ما به پرداخت صدقه و زکات مأمور شدیم، هر کلام ما به اندازه قدرت آن را تحمل نمودیم. پس ابو عقیل نیمی پیمان آورد و کسی دیگری بیشتر از او. پس منافقین گفتند خداوند از این صدقه بی نیاز است و کسی که چنین کند ریا نموده است. پس این آیت مبارک نازل شد. کسانی که از مؤمنان رغبت کننده و فرمان بردار در صدقاتشان عیب جویی می کنند و کسانی را که جز به اندازه ناچیز توانایی خود چیزی نمییابند، پس عیب جویی و مسخره شان می کنند، الله آنها را مسخره می کند و برای آنها عذاب دردناکی است. و برخی دیگری آن پرهیز از مسخره کردن مردم است، چون مسلمانی واقعی هیچگاه کسی را مسخره نمی کند. خداوند می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، گروهی از مردان گروهی دیگر را مسخره نکند، شاید آن مسخره شدگان از این مسخره کنندگان بهتر باشند. و نه زنان زنان دیگر را مسخره کنند، شاید آن زنان مسخره شده از اینها بهتر باشند. پس دین ما را از هر آنچه که باعث اذیت دیگران می شود من نموده است، چون برخی از صفات مسلمان این است که باعث اذیت دیگران نشود و از او فقط خیر به مردم و نفع به انسانیت برسد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه از هر آنچه از گفتار و کردار یا اشاره‌ای که باعث اذیت احساس دیگران می شود من می نمود، و همیشه در انسان آنچه را پخش می کرد که باعث بلند رفتن جایگاه و منزلتش میان مردم می شود. از مادر موسی روایت است که گفت نزد حضرت علی کرم الله وجهه یادی از حضرت عبدالله ابن مسعود شد. فضل و برتری او را یاد آوری نمود و گفت روزی میخواست بالای درخت برآید تا میوهی به یاران خود بچیند. پس برخی از یارانش به باریکی پای او خندیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود چرا میخندید؟ پس هر آینه آن روز قیامت در ترازی اعمال سنگین تر از کوه احد است. برادران مسلمان، همانا از بزرگترین ارزشهایی که سوره حجرات به آن دعوت نموده است اعلان مبدأ برادری و آوردن اصلاحات میان مردم می باشد، چون خداوند متعال می فرماید انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یقینا مؤمنان برادرند، پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از الله بترسید باشد که به شما رحم کرده شود. پس برقرار صلح و آشتی میان مردم از بزرگترین ارزش های است که این سوره مبارک به آن دعوت نموده است، چون دین مقدس ما می خواهد تا مجتمع انسانی هم بسته و متفق ساخته شود و همه افراد آن برای اعلا و تقویت ارزش زندگی مشترک در فضای برادری و مهربانی بدور از هر گونه اختلاف و نزاع کار و تلاش نمایند. پس آوردن صلح میان مردم در میان همه درمان همه بیماری های اختلافی و درگیری است. طوری که در چارچوب خانواده وقتی اختلاف میان زن و شوهر رخ می دهد و نمی توانند خودشان آن را حل و درمان کنند، در این حالت قرآن کریم از ما می خواهد تا دو نفر صلاحکاری از اهل زن و شوهر که اهلیت آوردن آشتی و صلح را داشته باشند انتخاب شوند و برای اصلاح آنها بکوشند. خداوند می فرماید و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یرید اصلاحی وفق الله بینهما این الله کان علیما خبیرا. و اگر از اختلاف و جدایی میان آن دو یعنی زن و شوهر بیم داشتید، پس داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن تعیین کنید و بفرستید. اگر این دو داور قصد اصلاح داشته باشند، الله میان آن یعنی دو زن و شوهر سازگاری خواهد داد. بیگمان الله دانای آگاه است. و این روحه اصلاح کاری به مجتمع اسلامی امتداد می‌یابد تا مجتمع متصالح و آشتی بار بیاید، چون خداوند متعال می‌فرماید در بسیاری از درگوشی و نجواهایشان خیری نیست مگر که با این کار امر به صدقه دادن یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کنند، و هر کس برای خوشنودی الله چنین کند با
بزودی پاداش بزرگی به او خواهیم داد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم پاداش آوردن اصلاح و کیفر و گناه فسادکاری میان مردم را بیان نموده است، طوری که می فرماید: آیا شما را به درجه و ثواب بهتر از نماز و صدقه با خبر نسازم؟ گفتند: بله ای رسول خدا، با خبر من بساز. فرمود: برقرار نمودن صلح و آشتی میان مردم است. پس مسلمان واقعی اصلاح کاری را منهج زندگی خیش قرار می دهد و در هر جایی که این چنین مسلمان بوده باشد در آنجا خیر و خوبی نفته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: همانا برخی از مردم کلید خیر و قفل شرارت هستند و برخی دیگری از مردم کلید شر و قفل خیر هستند. پس مژده به کسانی که خداوند کلید خیر را در دستان آنها قرار داده است و وای بر کسانی که خداوند کلید شر را در دست آنها نهاده است. الهی ما را به نیکوترین اخلاق و خصلت ها رهنمون فرما و ما را به جز تو کسی نیست که ما را به سوی آنها هدایت کند. الهی خصلت های بد را از ما دور بگردان، زیرا به جز تو کسی نیست که آنها را از ما دور کند. مصر و همه کشورهای اسلامی را حفظ کن. آمین رب العالمین. السلام علیکم.